خب سلام به همگی، من برگشتم با ویدیو جدید، ویدیو دوره درس 3. میخوایم سریع ویدیو رو شروع کنیم. قبل از اون خواهش میکنم کانال من رو اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، چون ما میخوایم به همین روش تا ادوانس بریم. من اگه ببینم ویدیو بازخورد داشته باشه این کار رو ادامه میدم و به دوستان خودتون معرفی کنین که میتونم به کتاب اسپیکر که تقریبا جدیدترین کتابه میتونم زبان رو خیلی راحت یاد بگیرن و لایک و کامنت فراموشتون نشه. Thank you in advance. Today we are going to review our last session. Our last session is about actually a DVD part, and we talked about our grammar was about that those, these and something like that. After that, we learned how to order something politely, and at the end, we learned a specific adjective and color, and also just that our lesson is about things. We finished lesson 3 about 3 days ago. And today and we saw the DVD part with each other. بچه به خاطر حق کپی رایت ممکنه دیویدی رو توی یک سری از دیوید توی ویدیوها نظر من بذارم که باهاتون چک کنم، ولی من لینک دیویدی رو دقیقا توی کپشن قرار میدم که خودتون برید ببینید و جواب سوالها ها رو بتونید برید. بچه هر مبحثی که درس میدم خودتون شروع کنیم به خوندن همون مبحث رو که من تونتون میخوام کتاب بار گذاری کنم. عقب نیفتیم. Thank you in advance. بریم ریویو درس 3. Look back. بریم صفحه 38. Number 1. 6. Add the vowel to complete the object. خب vowel ها گفتیم چیا بودن؟ O, A, I و E و U. حالا vowel باید اینجا بذاریم. مثلا اینجا خب معلوم از کلماتیه که توی کتابمون یاد گرفتیم. Book. بچه ها دوباره میگم شما پاس کنین بعدش بیاین با من چک کنین. Next one شما اینجا میذارم. اوکی اولی بود book، دومی table، جفت A و E جفتش وابله. خب من باید اینو اینجوری کنم، اینو اینجوری کنم. آقا من ترجیح میدم کلمه رو کامل جلوش بنویسم. تیبل. سومی گلاسز. چهارمی میشد به معنی اینم باز رو به روش نمیده کم پایین تنش خط کوچیک کن. اوکی چهارمی هم به صندلی چیر. پنجمی کریستال کلیر نوت بود. ببین اولش هم نوشته آخرش هم نوشته. این درس ها رو یعنی کلمات تو درس قبلت داشته دیگه. نوت بوک دفتر چیه داشت. ششمی کی کلید. هفتمی تیبل کامپیوتر. هشتمی باکس. نهمی کاپ و دهمی پن. معنی همه رو همون اول جلسه بهت گفته بودم. اولی چی میشه؟ بوک میشه کتاب. تیبل، تیبل میز، گلاسز، عینک. چیر، صندلی. نوت بوک، دفترچه یادداشت، کی، کلید. تیبل کامپیوتر، تبلت ها، باکس، باکس، کاپ، فنجان و پن، خودکار. این از این. گرامری که داشتیم گرامری بود که
بچه اگه دیدید اینجا رو مشکل دارین حتما برین بکتب درس اولتون رو ممورایز کنین و باهاش یک جمله بسازین و به در و دیوار خونتون بچسبونین تا یادتون نره. درس گرامرمون راجع به دیس دات دیز و دوز بود. If you remember we talked about this. Okay. دوباره پاس کنیم من حل میکنم با هم حل کنیم. Complete the conversation with this, that, these or those. گفتیم چی؟ گفتیم this رو به این میگیم، these رو به اینها میگیم، that رو به اون میگیم، those رو به آنها میگیم که ازشون فاصله داریم. تموم شد و رفت. همینقدر ساده بود گرامر این درس. خب ماریا، this is my husband Carlos. Carlos is my friend from school, Maria. خب اینجا پس میشه this. چون اونم داره اون دوستشو معرفی میکنه. اینا همه کنار هم وایستادن دیگه. Maria. این conversation تموم شد. Hello Maria, nice to meet you. نه تموم نشد. Carlos. Hello Maria, nice to meet you. You too. از دیدنت خوشحالم. منم همچنین. Are your children؟ حالا میخواد ببینه are these your children یا are those your children؟ طبیعتا باید بشه these، چون همشون کنار هم بایستدن و دارن همدیگر رو معرفی میکنن. These برای یک دونه بود ولی these برای چند هاست. Are these your children؟ Yes. This is my daughter, فلانی, and this is my son, فلانی. دو تا بعدی میشن this، چون کنارش وایسادن و دونه دونه داره تعریف میکنه. میگه این دخترمه، this یک نفره که دخترمه، آناه، و اون یکی پسرمه، پاولوه. ماریا، های، say hi to ماریا. Hi. Is your car over there? خب همین over there رو آورده بهت گفته دیگه. Is that your car over there؟ ماشین تو اونجاست، اون طرفه. Is that your car over there؟ Yes it is. And are my children in the car؟ Come and say hi. And those are my children in the car. چون ازش دورن دیگه. میگه ماشین توی که اون برای خیابونه؟ بله. و اونایی هم که توی ماشین من نشستن بچه های منن که از ماها دورم. پس از دوز استفاده میکنیم، از دیس استفاده نمیکنیم. بچه من سر گرامر دیس و دوز خیلی توضیح دادم دیگه، برین حلش کنیم براتون راحته. بیایم اینجا خب 3A. Put these letters in the correct order to make four clothes and four colors. The first letters in underline. خب باید پیدا کنیم دیگه. اینا چهار تا لباس باید پیدا کنیم از توشون. چهار تا رنگ. دوباره طبق معمول. این مدل تمرینا برای ممورایز کردن کلمه خیلی خوبه. نمبر وان میشه من حل میکنم، شما پاز میکنی حل میکنی، با بنده چک میکنی. خب نمبر وان گفته بود کلمات اولش زیرش خط کشیده سویدر. نمبر دو، نمبر تو بلک که یه رنگ، نمبر تری بلو، نمبر فور شرک،
Number 5 jacket. Number 6 green. Number 7 trousers and number 8 brown. که رنگ قهوه میشه. همه اینا رو میدونی. بلک سیاه، سویتر، سویشر، بلو آبی، شرت، پیراهن، جاکت یا حالت سویشرت و مثل گرم. مثل جاکت خودمون. گرین سبز، تروزرز شلوار که بهش پنتس هم میگن. به تروزر پنتس هم میگن. براون هم رنگ قهوه‌ایه. میایم پایین. Complete the caption with the name from the box. Mozart, Ronaldo, Taylor Swift, Picasso, Serena Williams, Michael Jackson. خب پیانو باید ببینیم. این دیگه خیلی آگاهی خودمون رو میطلبه. هر کدوم چی که اطلاع دارین بزنین. خب اولی که خیلی تابلوی موزارته. What did I do? Okay, I have to say. اوکی بچه من اینجا رو بهتون میگم دیگه نمی نویسم تکستم مشکل برش پیش اومد. خب اولیش که موزارته. موزارته که تنها کسی که با پیانو سر کار داشت. دومیش تیلور سویفته. سومیش به نقاش برمیگرده دیگه، به براش. گیتار که میدونین چیه، پیانو که میدونین چیه، تنیس راکت، به اسپلینگ راکت دقت کنید. تنیس لاک راکت هم که اون رونالدو رو میایم میذاریم برای این توپه یا برای این دستکشه. نمبر 2 رو می نویسیم. تیلور سویف برای گیتار، پیکاسو رو برای براش می نویسیم. نمبر 4 رو می نویسیم. سرنا ویلیامز من این دستم. سرنا ویلیامز، رونالدو برای توپ و سیکس هم مایکل جکسونه. برای بچه دستکش میشه گلاو، تنیس راکت میشه راکت تنیس، فوتبال هم که فوتبال، براش هم که این قلموهای نقاشی، گیتار هم گیتار، پیانو هم که پیانو از یونو. خب این پایین دیگه تمنه بوده که سر کلاس رفتیم و بیایم اینجا. Final circle 7 food and drink in a world. بچه اینجا باید بگردیم. مثلا اینجا واتر رو میبینی. میگه که 7 تا food و drink از توی این پیدا کن. واتر خب درینکه. کافی میبینی من موسما دارم حرکت میدم. درینکه. کیک. خب مشخصه دیگه کیکه. مینرال واتر، ببین اینجا مینرال واتره. و چپه شد من دیگه نتونستم ببینم. ساندویچ، کولا. اینجا بچه تیه. تی. پس شد واتر، کافی، کیک، تی، مینرال واتر، رستوران اند کولا. That's it. بریم پایین.
اینم درس آخرم بود که چجوری اوردر بدیم داخل رستوران، که خیلی هم بهتون گفتم مهم بود. اولیشو نوشته help you. Can I help you؟ خب تو گفتم هر چی که سفارش میدی بهتره که من دیگه نمیتونم اینجا براتون بنویسم، خودتون بنویسین. بهتره که یه جدولی داشتین صفحه درس قبلیتون، اونجا همه رو براتون نوشته. بهتره که یک please تهش اضافه کنیم فعلا که مؤدبانه سفارش داده باشین. الان بعد بگین که Can I have an egg sandwich please؟ Can I have an egg sandwich please؟ حالا من گارسون به شما میگم Yes, white or brown bread؟ نون قهوه‌ای میخوری یا نون سیاه؟ نون سفید. White please. Anything else؟ من از شما میپرسم anything else؟ One mineral water please. Okay, still or sparkling؟ Still یعنی که بدون گاز، or sparkling یعنی گازدار. Sparkling, how much does it cost or how much is that؟ اینجوری میتونیم بگیم، ولی how much does it cost قشنگ تره. It's $6.19. Here you are, بفرمایید. اینم از این نتونستم براتون بنویسم، دیگه خودتون بنویسین. و بیایم بریم آخریش، آخرین. دیگه بذاره من بیام پایین سفر رو. Okay, complete the pairs with your ideas. Coffee, tea, cappuccino. این دیگه کاملا بر اساس نظر خودمونه بچه. مثلا اون ویتر میپرسه کافی اور تی، تو میگی تی. کاپوچینو اور اسپرسو، مثلا میگی اسپرسو. استیل اور اسپارکلینگ، برای نوشیدنی، نوشیدنی بدون گاز میشه استیل، اسپارکلینگ میشه گازدار. Euros or pounds، یورو با یورو پرداخت میکنی یا با پوند. Black or white، pen or pencil، خودکار میخوای یا مداد. Trousers or t-shirt for example. Trainers گفتم که کفش های ورزشی میشه. Trainers میخوای یا pants، شلوار ورزشی میخوای. Or shoes، شوز های معمولی میخوای. این هم دیگه کاملا به نظر خودتون بسید بشه. بچه ما دوره این درس رو تموم کردیم، درس چهار رو فردا شروع میکنیم. یه شدم امشب براتون آپلود کردم، میخوام در المنتری هم کم کم شروع کنم. پس لطفا به دوستاتون من معرفی کنیم، چنل رو ببینید سابسکرایب کنن، چون تو سابسکرایب نکردن نمیتونن فالو کنن، نمیتونن لایک و کامنت بذارن. پس لطفا به دوستاتون معرفی کنید تا من همینجور با انگیزه، چون الان تعداد ویو خیلی پایینه، با انگیزه ادامه بدم. See you soon. Wish you luck. See you next session honey. Bye bye.